ساعت 9 صبح خیابان همر اسمیت در غرب لندن. مردمی که منتظر ورود به مرکز نمایشگاه‌های المپیای این شهر هستند برای بازدید نمایشگاه کتاب لندن. نمایشگاهی با قدمتی 51 ساله. امسال در زیر این بنای گنبدی شکل بیش از 900 ناشر از 90 کشور دنیا حضور داشتند. ناشرانی برای ارائه محصولات خود در زمینه کتاب‌های چاپی، دیجیتال، صوتی و تکنولوژی‌های مربوط به این حوزه. در بین کشورهای شرکت کننده حضور کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی چشمگیر بود. حرفه‌های اختصاصی برای ناشران این کشورها با حضور وزارتخانه‌های فرهنگ آنان. نکته جالب در این حرفه‌ها تمرکز بیشتر ناشران این کشورها بر روی کتاب‌های حوزه کودک بود. ما معتقدیم شکلگیری ذهن کودکان موضوع مهمیه. این کودکان رهبران آینده کشور ما هستند. کودکان آگاه‌تر یعنی در آینده رهبران قوی خواهیم داشت. اگرچه از ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب لندن خبری نبود، اما نام جنبش آزادی‌خواهی زنان ایرانی در این نمایشگاه دیده شد. در کنار موضوعات مختلف در این نمایشگاه، این پوستر که پشت سر من هست نظر منو جلب کرد. روش نوشته زن زندگی آزادی. در واقع این پوستر نام یک کتاب با همین اسم هست که قرار در ماه سپتامبر همزمان با قتل مهسا امینی به بازار بیاد. نشر ساقی در لندن این کتاب رو قرار منتشر بکنه و این کتاب در واقع مجموعه از مقالات و نوشته هاست درباره جنبش زن زندگی آزادی که خانم مالو هلاسا این نوشته ها رو جمع کرده و اونها رو ادیت کرده و در قالب یک کتاب منتشر خواهد کرد. مالو هلاسا نویسنده این کتاب و پژوهشگر مسائل خاورمیانه میگوید جنبش زن زندگی آزادی جنبشی برای تغییر است. اعتراضات اخیر در ایران نشون داد که مردم ایران از اصلاحات گذر کردند. مردم دیگه این رژیم رو نمیخوان. به خاطر همین من جنبش زنان رو یک انقلاب میدونم. زنان ایرانی در این نمایشگاه حضور دیگری هم داشتند. آن هم در غرفه یکی از بزرگترین ناشران دنیا. یکی از کتاب‌های این نمایشگاه اسمش هست فضای تنفس. موضوع این کتاب مجموعه عکس‌هایی هستش که عکاسان زن ایرانی با محوریت زن و حضور زنان در جامعه و فشارهایی که این قشر از جامعه در شرایط فعلی ایران دارن تحمل می‌کنن هست. کتاب چاپ شرکت تیمز اند هاتسون و بعضی از عکس‌هاش بسیار تاثیرگذاره. اگر فرصتشو داشتید و میتونستید حتما این کتاب رو تهیه بکنید، چون عکس‌های جالبی درباره زنان و نقششون در جامعه در این کتاب میتونید پیدا بکنید. نمایشگاه کتاب لندن در این دوره توجه ویژه‌ای هم به جنگ اوکراین داشت، موضوعی که در آثار به نمایش گذاشته شده نویسندگان این کشور دیده میشد. علاوه بر نمایش آثار نویسندگان اوکراینی، نمادهای تأثیر تهاجم روسیه بر فضای فرهنگی اوکراین هم در غرفه این کشور به نمایش گذاشته شده بود. صندلی‌ها و قفسه‌های شکسته کتابخانه چرنهیو، کتابخانه‌ای که موشک‌های روسی آن را به تلی از خاک تبدیل کردند. نمایشگاه کتاب لندن در 3 روز برپایی خود شاهد حضور بیش از 25 هزار بازدید کننده از سراسر جهان بود. اگرچه عمده ناشرین حاضر از بریتانیا و آمریکا بودند، اما حضور گسترده فعالان این حوزه در این نمایشگاه نشان از اهمیت بالای آن در صنعت چاپ و نشر جهان دارد. پیام دریابی، لندن.